تو هم من گیر میدی؟ قلبی بیتاش به کچ بیت نمیرسه. یا درود دوستان عزیز یوتیوب. بهزاد بود. خیلی ویدیو فرستادن. چی؟ بهزاد بود. چی؟ یه کجا بود؟ کاری که میکنی بود. خیلی زایست. ربطی نداره. اصلا ربطی نداره. که اینو باید کات کنیم دیگه. ببین همش کارو سخت‌تر میکنه به خدا. هدفون هم هی یادت میره. هدفون وصل نیست. من دلیل نداره وصلش کنم. کجا باید وصل بشه؟ نمیدونم. کجا وصل میکنن یوتیوبرها؟ همه هدفون دارن. یوتیوبرها کجا یه جای وصل میکنن دیگه؟ یه جا وصل کن دیگه. خب چرا همش همه کارا باید من انجام بدم؟ آقا یکم بگذاریم. بچه خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. خیلی ببخشید. خوش اومدید به برنامه یوتیوب. برنامه یوتیوب. تو هم من گیر میدی؟ خدا وکیلی با چه اعتماد به نفسی؟ برنامه یوتیوب. از تو این کاره نیستی برو. خوش اومدید به این برنامه. بریم سوالا رو جواب بدیم. بریم. خب ما برگشتیم. برگشتیم. یه تمرین رفتیم. جیمو همیشه صبح باید بری. چرا؟ چون فرش میشی. آدم چه اعصابش خورده؟ چرا مثلا اینجوری گیر میده به هم؟ چون که اعصابش خورده. الان حالت بهتره. اون انرژی منفی همیشه باید خالی کنی. ولی نه سر کسای دیگه. حالا الان حالت بهتره؟ من اوکیم. تو اوکی؟ میخوای سوالا رو جواب بدیم؟ قول دادیم سوال جواب بدیم. بزن بریم. بزن بریم. تی ام باکس علی بی میپرسه. میپرسه. تو نیستی؟ نه. فیک پروفایل من نیست. نیما هستم از گوشه کنارهای ایران. خواستم ببینم مشکل ما چیه. چقدر سوال زبایی پرسید. مشکل ما چیه؟ خواهی هم اون تیزری که دادیم خب بیرون باز جوستو. باشه. برمیگردم اینکه چقدر سوال زبایی پرسید. من اصلا میگم یه قسمت کامل ما به این مختص باشه که مشکل ما چیه. خیلی مشکل داری. مشکلت تو موزیکه، توی فشنه، توی فیلمه، توی اجتماعه، توی سیاسته. آفه. حتی وارد سیاست به هیچ عنوان نمیشیم. چرا؟ ایوی خیلی کار دستش دادن با من. خب اون اتفاقا وارد نمیشم کار دستش دادن. پس ما وارد بشیم؟ ما وارد بشیم دیگه. پارمیس اچ علم بهتر یا ثروت؟ به نظرم جفتش با هم ترکیبش خیلی جذابه و مهمه، چون قدرته. قدرت خیلی مهمه. باید بگم علی بی، یعنی این حرفی که الان زدی زیباترین جمله‌ای بود که این چند دهه زده بودی. مرسی. نم علم و ثروت دوتاش خوبه. اصل رفیان میپرسه چرا اینقدر کم تو اینستا فعالیت میکنید؟ ما دلمون براتون تنگ میشه واقعا. آخه خب چرا اینقدر؟ جواب بده. آدمای سوشالی نیستیم ما. ما آدمای سوشالی نیستیم، این واقعیته. ببین یه سری تیکه انداخته بودن که من گفتم سوال بپرسین، گفتن یه سال دو سال پیش بود، فکر کنم سه سال پیش بود که همچین ویدیویی گفتیم سوال بپرسین جواب میدیم. هیچ وقت هم جواب ندادیم. آدمای لحظه‌ای هستیم دیگه. توی یه لحظه میریم که مودیم دیگه. تو اون لحظه و مود میریم که میگیم الان یه آهنگ خفن میزنیم و میزنیم. الان باید بریم یه و اون کار انجام میدیم. اگه یهو دیلی بخوره اون کار انجام نمیشه. متاسفانه. بریم سوال بعدی. ادیت سی علی بی بهترین بیتی که زدی از نظر خودت. خیلی سوال سختیه، چون هیچ پرودوسری من نمیشناسم توی مارکتمون که انقدر متفاوت کار میکنه، انقدر بیتای مختلف میزنه. از پاپ میره مثلا دپ، میره گنگ، میره رپ شایطوری. لطفاً گوشی تو خاموش کن موقعی که داریم. خب اخوات تعریف کن باز. توی مثلا رپ و اکسیژن، بابا خفن و چیز هک یه جوری داستانشو، غزل زت ای 2007 میتونید بیاین ایران ببینمتون. ما که فعلا نمیام ایران. نه. آره. چرا؟ چون که میترسیم. میترسیم. ترس داریم. یعنی
پدیده خب میشناسیم طرفدار قدیمی خودمون از چی بدتون میاد؟ واو خوشم میاد که نپرسید از چی خوشتون میاد، چون این مدلی هم که وقتی که یه نفری از یه چیزی بدش میاد منم از اون چیز بدم میاد سریع با اون طرف رفیق میشم. خود من اینطوری هم یعنی کانکت میشید سریع کانکت میشم، یعنی وقتی اشتراک بعد این چیزی که از بدتون میاد. دقیقا قشنگ توضیح دادی واقعا. اصلا من بدون تو باید منو میبرد. من فکر کنم افیک فیک بودن ها؟ فیک بودن برام خیلی خوبه. منم از فیک بودن خیلی برام میاد. درو آدمای درو ببین یه سری هستن نه غیبت میکنه مثلا از یه شخصی بد میگه بعد روز بعد میرم میبینم زیر کامنت میگم زیر پست طرف داره قلب میذاره، سه تا قلب داداشمی چی؟ خجالت بکش. امان از آدم های منافق، امان از آدم های درو. نه خیلی کار زشت. میدونی درباره کی دارم حرف میزنم؟ خودت میدونی؟ نه درباره کسی خاصی حرف نمیزنی دیگه. چرا یه سری خاص هستم ولی اسم نمیبرم. حالا ای سیران اگه برگردین گذشته چی رو تغییر میدین؟ وای 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 نگو حالا ای سیران. سوالی بود خیلی عمیق خیلی خوب. من اگه برگردم گذشته دوست داشتم بیشتر به خودم ایمان داشته باشم، یعنی اگه دوباره برگردم عقب دوست دارم به خودم بگم که چرا اینقدر ایمان کمی داشتی به خودت، چرا به خودت ایمان نداری، چرا وقتی که همه نشانا به این اشاره میکنن که تو واسه این راه خلاقیت راه هنری ساخته شدی چرا به خودت ایمان نداری، چرا سعی میکنی بقیه رو راضی کنی، چرا واسه خودت زندگی نمی کنی؟ من فکر کنم موهای تنم سیخ شد. من اگه برگردم گذشته شاید هیچ چی تغییر ندم، شاید این گذشته است که باعث شده من اینجا الان، و شاید اگه گذشته رو تغییر میدادم اینجا نبودی، اینجا نبودم و یه کسی دیگه ای بودم کلا. شاید با اون کسی دیگه حال نمیکردی. شاید نمیکردم. چه عمیق شد. خیلی عمیق شد. ولی آره. ولی الان در چه حالی هستی که مثلا کلا البته این در مثلا دور و بریات باهات حال نمیکنم ولی خودت با خودت حال میکنی؟ من چی؟ نه منظورم این نبود. سوال بعدی از خشی خودمونه کچی بیت که میگه چرا علی بی بیتاش به کچی بیت نمیرسه؟ نه تو جوابشو میدی؟ بزن من با کچی هم خب بزن اینجور بگم چرا علی بیتاش به کچی بیت نمیرسه؟ چون کچی بیت بیتاش کجا رسیدن که علی بیتاش بهش برسه؟ یادماش بکن. نه ولی کچی بچه بالیه خود. کچی خیلی بچه بالیه، خیلی مؤدبه، ولی بیتاش مثل خودش خوبن و نه خدا وکیلی اگه کچی بیت اگه من خشی قبول نداشتم نمیرفتم تو اون بتله. من با خشی گفتم تو یکی از بهترین های منم واسه همین این بتل رو بزنیم و خیلی خیلی بتل خفنی شد. خیلی جواب داد و خیلی مردم حال کردن. نگار افته میپرسه جواب دیس خلصه رو نمیدی؟ منظورش همون قسمتی هست که میگه انقدر زدم صدام شبیه نویلتی شده. خب به نظرم اصلا اون قسمت چیز بدی نبود اولا. کدوم دیس؟ یه سری خیلی فاز کل و دیس و اینا میگیرن همش. اصلا دیس نیست برعکسه، یعنی داره عشق میده. من خیلی حال کردم اتفاقا. خلصه همه پسری که میشناسیمش قبل خیلی با هم حال میکنیم، خیلی بچه گلیه، همدیگه رو فالو داریم، هم کارهای همدیگه رو دنبال میکنیم و خیلی باحاله. علیرضا علی آقایی میپرسه چرا اینقدر چی؟
چرا انقدر با هندی‌ها ترک؟ ببین چند وقت پیشه که برگشت گفت که آره مسئله نیست، چه شانسی آوردین رفته هیچ شده هند ترکونده و فلان. بهش گفتم رو ما الان سال هاست که المنای هندی داریم استفاده میکنیم و امید اینو داریم که تو هند بگیره یه روز کارمون. خب این هدفمون بوده، چیزی نبوده که شانسی بخواد اتفاق بیفته، اتفاقی نبوده. هیچ چیز اتفاقی نیست. یعنی چیزی که داری میگی اینه که اون هدف رو تو این هدف تو ذهنمون بوده و اون در رو تو ذهنمون باز کردیم که بعد از چندین سال یهو اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد. عزیزایی که نتونستن این دفعه سوال بپرسن میتونن زیر همین ویدیو یوتیوب سوالتون رو بپرسین، سعی میکنیم دفعه دیگه جواب بدیم. هر پیشنهادی هم دارید میتونید همین پایین بنویسین. بچه‌ها دمتون گرم، لایک سابسکرایب یادتون نره. عاشقتونم.